با همکارم بابک اسحاقی از این پایگاه ارتش تصرفین همراه هستیم. بابک، از به نمایش در اومدن این وسایل به جا مانده از حماس و یادآوری 7 اکتبر به ما بگو، در این پایگاه هدف از نمایش این وسایل چه بوده؟ فریبا، همانطوری که میبینیم در پایگاه تصرفین هستم. همه از اینجا آغاز شد، از این اتومبیل های تویوتا سفید رنگی که در ساعت 6:20 صبح 7 اکتبر با حملات موشکی حماس به سوی اسرائیل آغاز شد و این اتومبیل ها به حدود 3000 نفر از افراد حماس به سوی مرز با اسرائیل اومدن که جدار مرز اسرائیل شدن. کشتاری که هر کسی که به دستشون اومد، افراد حماس از کودک و نوجوان و پیر و جوان را همه را کشتند و به گروگان بردند، زخمی کردند. این موشکی که میبینیم اتفاقا موشکی هستش که از حمله جمهوری اسلامی، حمله اول جمهوری اسلامی به اسرائیل بر جا مونده، اون هم اینجا آوردن. اما اگر بیایم اینجا و نگاه بکنیم، میبینیم موشک هایی را که ارتش اسرائیل از داخل نوار غزه اینها را به اسرائیل آورده پس از جنگی که اتفاق افتاد. در آن سو میتونیم ما موتورسیکلت هایی را ببینیم اونجا که اینای موتورسیکلت هایی که اینجا هستش، موتورهایی هستش که اونها هم با اون به اینجا اومدن و یکی از بزرگترین قتل عام هایی را، کشتارهایی را که در تاریخ اسرائیل اتفاق افتاده در اینجا رقم زدن. آنچه که باعث شد جنگ بین اسرائیل و حزب الله لبنان، جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی، جنگ بین اسرائیل و حوثی های یمن اتفاق بیفته. ما در کنار کمال هستیم. کمال، میتونی ما را ببری جایی که اسرائیل به زبان فارسی هستش و سعی میکنیم که کمال جون، میگن که اینجا اینترنت خیلی کم هستش، میتونیم چی میبینیم ما در اینجا در این نمایشگاه؟ ببینید، اینجا ما 2 غرفه مختلف داریم. در این سمت به طور کل انبوه سلاحایی که در غزه از خرابکاران حماس به غنیمت گرفته شده که یا تولید روسیه هستش یا از کشورهای مختلف به دست اونا رسیده و تنوع سلاحایی که اونجا استفاده می‌شده، چه سلاح سبک و چه سلاح سنگینی که بعداً می‌تونید شما فیلم برداری کنید ببینید، یه چیز شگفت انگیزیه. در این قسمت ما 2 بخش داریم. یک بخشی که راجع به اسناد اطلاعاتیه که به دست ما افتاده، به خصوص کتاب‌های تبلیغات شیعه در شهر سنی نشین مثل غزه، و در بخش دیگه اون غرفه که شما مشاهده خواهید کرد، سلاح‌های ایرانی، به طور کل ایرانی که در غزه توسط میتونیم تلاش کنیم بریم تو، شاید اینترنت اجازه بده حداقل یه مقداری را بتونیم ببینیم. این ما رو ببر اونجا، کمال جون نشان بده به ما. ببینید، ما اینجا میتونیم شروع کنیم. اینجا ما سلاحایی که میبینید، تفنگ GSA در انواع مختلف، ساخت ایران. شما میتونید حتی اینجا فیلم برداری کنید ببینید، صنایع نظامی ایران، آرم، شماره سریال این تفنگ GSA ساخت 1371 MP5. این خیلی جالبه، تفنگ تکتیرانداز آنتی متریال، به این میگن صیاد. از این تفنگ های تکتیرانداز بعد معمولا در جنگ ها بر علیه ادواتی مثل خودروها و یا حتی بونکرها استفاده میشه، ولی در غزه از اونها به عنوان تفنگ ضد نفر، ضد سربازا استفاده میکردن. موشکی که اینجا داریم، موشک ضد زره رعد که کپی شده موشک ساگر روسی در ایرانه، موشک طوفان، کپی موشک تاو و موشک الماس. اینا موشک‌های ضد زره بیشتر اون از ساخت ایران هست. میبینم اینجا به فارسی نوشته ساخت ایران. بله، تمام سلاحی که اینجا میبینید ساخت ایران هست و در این بخش شما میتونید
تبلیغات جمهوری اسلامی در واقع 7 اکتبر تبلیغات میشه گفت برای شکستن روحیه سربازان و مردم اسرائیل که به صورت عبری بانرهای بزرگ در میدان فلسطین میذاشتن، فیک نیوز، کاریکاتورهای کلن دروغ برای اینکه بتونن مردم اینجا همچه گذارم روی روحیهشون تاثیر بذارن. سپاسگزارم آقای کمال پنهاسی، سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل. همانطوری که میبینید 7 اکتبر یک نقطه عطفی در تاریخ اسرائیل بود، نقطه‌ای که اسرائیل از اونجا دیگر همان اسرائیل سابق نخواهد بود، خاورمیانه همان خاورمیانه سابق نخواهد بود و پس از 1 سال هنوز جنگ همچنان در نوار غزه، در لبنان و مکانهای دیگر ادامه دارد. متشکرم از تو بابک، همکارم بابک اسحاقی از پایگاه ارتش تسرفین از اسرائیل با ما. ممنونم.